سر خط خبر. تهدید معترضان در قزاقستان همزمان با ورود نیروهای روسیه. رئیس جمهوری دستور شلیک بدون هشدار داد. من همچنان معتقدم که میتونیم به توافق برسیم. پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای به تایید وزیر خارجه فرانسه. لودریان اما به ایران هشدار داد که فرصت کم است. رأی قطعی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره سه تیم ایرانی، پرسپولیس، استقلال و گلگوهر سیرجان اجازه بازی در آسیا را ندارند. و شال‌های پشمی از کشمیر تا دور دنیا. یک کارآفرین محلی می‌خواهد کارگران زن را به این صنعت پرآوازه برگرداند. سلام شما، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری قزاقستان در پی ورود نیروهای روسیه به این کشور معترضان را تروریست خوانده و به سربازان دستور داده تا بدون هشدار به سمت آنها شلیک کنند. و همچنین مدعی شده که معترضان در کشورهای خارجی دوره دیدند. به گفته وزارت کشور قزاقستان در روزهای گذشته دست کم 26 نفر از معترضان یا به گفته آنها مجرمان مسلح و 18 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. این اعتراض‌ها با افزایش قیمت سوخت شروع شد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. تانک‌هایی که روسیه به قزاقستان فرستاده. به علاوه این نیروها در بحبوحه سرکوب خشونتبار معترضان در این کشور، روسیه میگوید اینها برای حفظ صلح است. قزاقستان از متحد قدرتمندش کمک خواسته. حضور روسیه ظاهرا به رئیس جمهوری قزاقستان قوت قلب داده. تروریست‌ها همچنان به اموال عمومی و خصوصی آسیب میزنند و علیه شهروندان از سلاح استفاده میکنند. من به نیروهای امنیتی و ارتش دستور شلیک دادم به قصد کشت و بدون هشدار. خارجی ها درخواست کردند که احزاب به یک راه حل صلح‌آمیز برای این مشکل برسند. چه مزخرفی. منظور او کشورهای غربی است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار توقف خشونت ها و خیشتنداری شدند. چین اما مانند روسیه از قزاقستان حمایت کرد. شی جین پینگ رهبر چین گفت پاسخ قاطع همتایش در قزاقستان باعث آرامش اوضاع شد. این تصویری است که خبرنگار بی بی سی دیشب منتشر کرده از آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، زمانی که اینترنت همچنان قطع بود. شیوه جدید حکومت‌های اقتدارگرا برای سرکوب در تاریکی مجازی. اما امروز صبح در همین شهر ظاهراً فضا آرام‌تر است. اینترنت هم در بعضی مناطق وصل شده. مردم در صف برای گرفتن پول هستند. اما آثار درگیری‌ها هنوز روی تن شهر مانده. از بعضی از ساختمان‌های دولتی هنوز دود بلند می‌شود. تظاهرات سر قیمت سوخت شروع شد. بسیاری از مردم اینجا برای ماشین‌هایشان از گاز مایع جای بنزین استفاده می‌کنند. سوختی به نام LPG. در سال جدید میلادی دولت قیمت‌ها را آزاد کرد. یک شبه قیمت‌ها دو برابر شد. مردم خشمگین به خیابان ریختند. کشوری که بیش از 1.5 برابر ایران مساحت دارد، با یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، اما جمعیت 19 میلیون نفری آن بهره چندانی از ثروت نبردند. تظاهرات اول اینجا در استان نفتخیز مینقشلاق شروع شد، در غرب قزاقستان کنار دریای خزر. اعتراض ها بعد به بقیه کشور سر ریز کرد، به آلماتی و نورسلطان، شهری که قبلا اسمش آستانه بود. اما نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قبلی اسم خودش را روی شهر گذاشت و آن را به پایتخت قزاقستان تبدیل کرد. وقتی مردم ساختمان‌های دولتی از جمله محل سکونت رئیس جمهوری را به آتش کشیدند، دولت اندکی عقب نشینی کرد. از جمله یارانه سوخت را برای 6 ماه دیگر برگرداند. اما حالا به نظر می‌آید ورود روسیه اعتماد به نفس تازه‌ای به حکومت داده. پرهام قبادی، بی بی سی.
از حضرت وحریز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه پرسیدم چرا رئیس جمهوری قزاقستان تصمیم گرفته خشن با معترضان برخورد کند. در ابتدای امر برخورد آقای توقایوف چنین خشن نبود. این خشونت پس از آن پیدا شد که اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی که روسیه، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و قرقیزستان تقاضای توقایوف را پذیرفتند و فرستادن نظامیان به خاطر تأمین امنیت بزرگ شهرهای قزاقستان. لحن رئیس جمهور قزاقستان پس از رسیدن این نظامی ها تغییر کرده و حالا اون شلی که بدون هشدار دستور داده. بله، و اعلامیه های رسمی وزارت داخله وزارت کشور قزاقستان میگه حدود 26 نفر، ولی شاهدان از آلماتا و دیگر شهرهای قزاقستان میگن کشته شده ها تعدادشان به 70 نفر میرسه و کسانی که توقیف شدن به 3000 نفر. یعنی منظور شما اینه که بعد از اینکه نیروهای روسیه به این کشور رفتند، در واقع موضع رئیس جمهوری تندتر شد. فکر میکنید که کرملین واقعا چه نقشی بازی میکنه در این کشور؟ ببینید، در کشورهایی که انتخابات بدون بدیل، بدون انتخاب، سبب تغییر در جامعه همیشه، در او جامعه طبیعتاً از راه چنین اعتراضهای مردم در پی تغییر رژیم برمی آیند. و این چیزی هست که هم در کرملین هم در کشورهای اقمار کرملین از او شدیداً حراس دارند. در حالی که قزاقستان 150 هزار پلیس داره و ارتش مجهز داره و اینا، درخواست کمک میکنه از کشورهای دیگه به خاطر مدیریت کردن تظاهرات مردم خودش علیه سیاستهای نادرست خودش، عجیب به نظر میرسه. ولی در نهایت امر این اون استقلال قزاقستان را بیشتر زیر سوال میبره و نور سلطان را قزاقستان را به کرملین وابسته تر میسازه. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. وزارت خارجه ایران میگوید آماده مذاکره دو جانبه با کشورهایی است که اتباعشان در سرنگونی هواپیمای اوکراین کشته شدند. کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد کارگروهی برای پیگیری این حادثه تشکیل دادند، اما میگویند که ایران حاضر نشده با این کارگروه همکاری و گفتگو کند. هواپیمای اوکراین دو سال پیش بعد از برخاستن از تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. ایران میگوید آماده است که روابطش با عربستان سعودی را از سر بگیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت مذاکرات دو کشور مثبت و سازنده بوده. آقای عبداللهیان همچنین صدور ویزای عربستان برای نمایندگان ایران در سازمان همکاری اسلامی را اقدامی مثبت دانسته. دو کشور تا به حال 4 دوره با میانجیگری عراق گفتگو کردند. مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل می رود. در هفته های اخیر تلاش اسلام آباد برای حصارکشی در خط مرزی بین دو کشور با اعتراض طالبان و تنش هایی بین مرزبانان دو طرف همراه بوده. طالبان که 5 ماه از قدرت را در افغانستان به دست گرفته، حصارکشی در خط مرزی دیورند را غیرقانونی خواندند. دوره 8 مذاکرات ای‌آی برجام در وین در حالی ادامه دارد که طرف‌های گفتگو از دستیابی به پیشرفت‌های کمی خبر دادند. با وجود این، طرف‌های اروپایی و آمریکا دوباره هشدار دادند که زمان رو به پایان است. ایران همچنان خواستار رفع همه تحریم‌هاست و گروه 4+1 خواستار بازگشت ایران به همه تعهدات هسته‌ای‌اش. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. ادامه خوشبینی ایران به مذاکرات وین و امید به گرفتن تضمین‌های جدید. اروپا میگوید زمان برای رسیدن به توافق رو به پایان است. پیشرفت هست اما کم. من همچنان معتقدم که میتونیم به توافق برسیم.
پیشرفت‌هایی هم در روزهای گذشته داشتیم. با وجود اینکه مذاکرات بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران برای ماها متوقف شده بود، باید این پیشرفت‌ها رو به رسمیت بشناسیم. ما روزهای گذشته رو در مسیر کاملا مثبتی شروع کردیم، ولی زمان رو به پایان است. چون اگر به توافق نرسیم، نمی‌توانیم جلوی دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیریم. اگر به سرعت به توافق نرسیم، دیگر چیزی برای مذاکره باقی نخواهد ماند. همزمان ایران میگوید توافق حاصل می شود، اما اگر همه تحریم های آمریکا برداشته شود. این صحبت های وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره. لغو تحریم ها به معنای لغو همه تحریم های ذکر شده در توافق هسته‌ای و تحریم هایی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دوباره وضع کرده بود و با مفاد توافق در تضاد است. ایران به دنبال گرفتن تضمین‌هایی است، از جمله تضمین اینکه تحریم‌های جدیدی تعیین نشود و یا تحریم‌ها بعد از لغو به هیچ بهانه‌ای دوباره از سر گرفته نشود. ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات به صورت مستقیم با هم مذاکره نمی‌کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته پیشرفت‌های کمی حاصل شده، اما هشدار هم داده که اگر ایران و آمریکا در مورد بازگشت متقابل اجرای تعهدات به تفاهم نرسند، آمریکا راه دیگری را به غیر از مذاکره در پیش می‌گیرد. این هم توییت میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در وین. با نماینده دائم عربستان سعودی و همکارانش از ریاض دیدار کردم. آنها را در جریان مذاکرات وین قرار دادم. ما همچنین در مورد چشمانداز گفتگوهای امنیتی در منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردیم. پادشاه عربستان پیش از این از ایران خواسته بود با جامعه بین الملل برای احیای برجام همکاری کند. وزیر خارجه عربستان هم گفته از بازگشت ایران و آمریکا به برجام استقبال می کند. اما این اولین گام برای رسیدگی به رفتار مخرب تهران است. همزمان ایران خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شدهش در کره جنوبی است، فارغ از نتیجه‌ای که در وین به دست می آید. این تصاویری که وزارت خارجه ایران منتشر کرده. دیروز علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، با معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین دیدار کرد. رسانه‌های ایران می‌گویند در روزهای آتی دور جدیدی از مذاکرات ایران و 4+1 در سطح کارشناسی و سیاسی برگزار می‌شود. هنوز معلوم نیست آیا خوشبینی ایران و بعضی طرف‌های مذاکره نتیجه مثبتی هم دارد یا نه. فرین عاصمی، بی بی سی. کامبیز فتایی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. کامبیز، آمریکا گفته که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه راه دیگری رو پیش میگیره. آیا توضیح دادن که این راه دیگه چیه؟ خب این راه دیگر رو همیشه میشه گفت خیلی مبهم نگه داشتن، به صورت مشخص صحبتی نکردن. از جمله دیروز که نت پرایس و سخنگوی وزارت خارجه در این مورد صحبت کرد، از اینکه دقیقاً چه کاری میخوان بکنن دقیقاً اظهار نظر نکرد، خودداری کرد. اما یکی از مسائلی که میشنویم و داره مطرح میشه مسئله فعال شدن مجدد مکانیزم ماشه هست که میبینیم برخی از رسانه‌ها دارن صحبت از این میکنن که به خصوص موضع اسرائیل و فشار اسرائیل بر آمریکا هست که درخواستشون این هست که بیان و اگر مذاکرات شکست خورد دوباره از طریق متحدان اروپایی خودشون به ویژه مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و تحریم‌های بین‌المللی رو همه رو علیه ایران برگردونن. فراموش نکنیم آقای بایدن بعد از به قدرت رسیدن موضع آقای ترامپ در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه رو پس گرفت. این گزینه رو بنابراین دارن، اما اگر این کار رو بخوام بکنن یا نه هنوز مشخص نیست، اما میتونه یکی از گزینه‌های احتمالی باشه که در رسانه‌ها الان می‌بینیم که داره مطرح میشه. کامیز، می‌دونیم که انتخابات میان دوره هم قراره که در آمریکا امسال برگزار بشه. این رقابت‌های سیاسی بین احزاب مختلف چقدر سایه انداخته برای مذاکرات برجام؟ خب مخالفان برجام به خصوص بسیاری از جمهوری‌خواهان اینا منتظرن که اگر توافقی انجام بشه به احتمال بسیار زیاد موضع‌گیری بکنن، توافق رو بد بخونن. میتونه یک مسئله جنجالی بسیار بزرگی بشه در آمریکا اگر آقای بایدن و در واقع قدرت‌های جهانی و ایران به این توافق برسن. به احتمال بسیار زیاد این دوباره مطرح خواهد شد. یکی از در واقع ملاحظات سیاسی هست که در این سال انتخاباتی به احتمال بسیار زیاد کاخ سفید داره که اگر توافقی رو انجام بدن به اون سمت برن چه واکنش رو باهاش مواجه خواهند شد. واکنش به احتمال بسیار زیاد منفی خواهد شد. یک مسئله انتخاباتی خواهد شد در شرایطی که میشه گفت بسیار از کارشناسان انتظار دارن که
در انتخابات میان دوره امسال دموکرات ها کرسی از دست بدن در کنگره، به ویژه در مجلس نمایندگان. بنابراین از نظر سیاسی میشه گفت میتونه برای حزب حاکم اینجا یک پیامدهایی داشته باشه و یک بهانه‌ای بده به طرف مقابل، به رقیب جمهوری‌خواه، برای حمله به دولت. و همونطور که آقای ترامپ در گذشته اون یک توافق بد میخوند و اون رو در واقع آمریکا رو از اون آورد بیرون، یک چنین حملات مجددی به دولت آقای بایدن در این زمینه شروع بشه. متشکرم از توضیحات کامیز فتایی، خبرنگار ما از واشنگتن. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری برنامه. رئیس جمهوری قزاقستان در پی ورود نیروهای روسیه به کشورش معترضان را تروریست خواند و دستور داده سربازان بدون هشدار به آنها شلیک کنند. ایران و چهار به علاوه یک از پیشرفت‌های در دور هشتم گفتگوهای احیای برجام خبر دادند، اما طرف‌های اروپایی و آمریکایی هشدار دادند که زمان برای رسیدن به توافق کم است. در ادامه برنامه، ماجرای کارآفرینی که در کشمیر می‌خواهد کارگران زن را به صنعت پشمینه برگرداند. برنامه اسکان مجدد 20,000 پناهجوی افغان در بریتانیا که جزئیاتش دیروز از سوی دولت اعلام شد، انتقادهای زیادی برانگیخته. رئیس اجرایی شورای پناهندگان بریتانیا گفته که این برنامه فقط کسانی را در بر می‌گیرد که قبلا به این کشور منتقل شدند و شامل هزاران افغان که همچنان در معرض خطر هستند نمی‌شود. یک عضو ارشد حزب لیبرال دموکرات بریتانیا هم گفته که دولت وعده‌اش را به زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان زیر پا گذاشته. همکارم زیا شهریار از لندن با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. زیا، کمی بیشتر درباره این طرح توضیح بده و این اختلافاتی که هست، مردم چطور باید بفهمن که افغان‌ها آیا واجد شرایط هستند یا نه؟ پریزادی، طرحی که دیروز اعلام شد در جلسه پارلمان از سوی خانم ویکتوریا اتکنز، معاون وزیر در امور اسکان مجدد افغان ها، جلسه پر سر و صدایی بود. احزاب مخالف سوال های زیاد مطرح کردند و امروز هم واکنش ها به او ادامه داره. همونطور که میدانیم این طرح شامل اسکان 20,000 مهاجر افغان یا 20,000 شهروند افغانستان در بریتانیا است که ماها در موردش بحث جریان داشت و دیروز بالاخره به هر حال اعلام شد و در حقیقت در کنار یک طرح دیگی است که افغان هایی که برای بریتانیا یا در افغانستان کار کرده بودند را افتاده. در اساس او تر 7,000 افغان به انگلستان یا به بریتانیا منتقل شدند و این طرح شامل ابهامات زیاده داره، به می خاطر واکنش ها داشته، انتقاد ها در مورد وجود داره. به اساس این طرح بیشتر مردم از طریق سیستم ارجاع، یعنی رجعت دادن کسایی که فکر میکنن که باید به بریتانیا بیاین، اجرا میشه. باید دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهنده ها بیشترین نقشه او هم در کشورهای همسایه افغانستان داره و در داخل خود افغانستان هم کسایی که احساس خطر میکنن به هر حال به یک شیوه باید به سفارت بریتانیا، با نهادهای بریتانیا در تماس شوند. ولی ابهام و چیزای ناروشن در موردش زیاد است، به همین دلیل یعنی خود افراد مستقل نمیتونن درخواست بدن. بله، باید از طریق یک نهاد میانی برن. دقیقاً تصوری بود که تا دیروز هم تصوری بود که احتمالاً یک لینک را مثلا وزارت کشور بریتانیا میگذاره که بحث در اون لینک مردم در خواست بتن ارزیابی شود پروندهشان. ولی خانم اتکنز گفت که این سیستمی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل، در حقیقت دفتر پناهندگان سازمان ملل باید نقش ایفا بکنه، بیشتر مردم معرفی بکنه در کشورهای مختلف که هستن افغان هایی که تازه فرار کردن، و خانم ها، زنان و کسانی که در خطر هستن اونا هم به یک شیوه دولت بریتانیا با با تماس میگیره که در خطر. متشکرم از توضیحات زیا شهریار همکارم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. ژاپن میگوید برای ماندن سربازان آمریکایی در خاکش پول بیشتری خواهد پرداخت. قرار است 50,000 نیروی آمریکایی تا 5 سال دیگر در ژاپن بمانند و این کشور 1,800,000,000 دلار از هزینه سالانه اقامت آنها را میپردازد که 5% از سالهای گذشته بیشتر است. اخیراً بعضی اقدامات سیاسی و نظامی چین و کره شمالی به نگرانی‌های امنیتی در ژاپن دامن زده.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که سویه اومیکرون ویروس کرونا را نباید ملایم توصیف کرد. این نهاد گفته که اومیکرون کماکان جان مردم را در اطراف جهان می‌گیرد. مطالعات نشان می‌دهد که اومیکرون کمتر از سویه‌های قبلی کرونا به بروز علائم خیلی جدی منجر شده، اما سرعت گسترشش بسیار بیشتر است. سازمان بهداشت جهانی گفته هفته قبل آمار ابتلا در سراسر دنیا 71% افزایش داشته. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که آمار ابتلای بزرگسالان به بیماری دمانس یا زوال عقل تا نیمه قرن 21 سه برابر می‌شود. این تحقیق که در مجله علمی لنست چاپ شده، علت افزایش ابتلا به این بیماری را بیشتر شدن جمعیت و همینطور پیرتر شدن جمعیت جهان عنوان کرده. چاقی مفرط، مصرف سیگار و دیابت هم از دیگر علت‌های افزایش ابتلا به این بیماری است. استرالیا میگوید درباره دو نفر دیگر هم که برای شرکت در مسابقات تنیس به این کشور آمده بودند تحقیق میکند. این افراد مظنون به نقض محدودیت‌های کرونا هستند. استرالیا دو روز پیش ویزای نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان، را لغو کرد و مانع حضور او در مسابقات اوپن استرالیا شد. این کشور گفته که آقای جوکوویچ در برابر کرونا واکسینه نشده و به همین خاطر اجازه حضور در مسابقات را ندارد. پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا حضور نخواهند داشت. نهاد مستقلی که مجوز حرفه‌ای تیم‌های ایرانی را بررسی می‌کند، اعلام کرده که این تیم‌ها شرایط حضور در مسابقه را ندارند. گلگهر سیرجان هم نتوانست تایید این نهاد را بگیرد و درخواست تجدید نظرش هم رد شد. در سال‌های اخیر پرسپولیس دو بار به فینال این مسابقه رسیده و استقلال هم در گذشته دو بار قهرمان این بازی‌ها شده. از ایران دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در لیگ قهرمانان آسیای امسال حضور خواهند داشت. خبرنگار ما پوریا ژفره، خبرنگار ورزشیمون اینجاست. پوریا، کمی توضیح بده که چی شد که استقلال و پرسپولیس نتونستن برن به این مسابقه؟ این دیگه یه چیزیه که واقعا فکر میکنم تو همه این سالها، حتی خود تو، بقیه همکارای ما که اینجا اخبار رو دنبال میکنن، حداقل سالی یه بار ما راجع به خصوصی طرح خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم و در نهایت این اتفاق نمیفته. و تا موقعی که این اتفاق نیفته، یک مدیریت ارگانیک و طبیعی بالا سر این دوتا تیم نباشه، وضعیت پولهایی که وارد این دوتا تیم میشه و پولهایی که خرج میکنن مشخص نخواهد شد و در نهایت اصلا حتی اگه که این مسائلی که مطرح شده طبق اساسنامه در مورد بدهی ها، در مورد تیم های پایه، در مورد کار مثلا زمین تمرین و موارد دیگه‌ای که بعد اینجا اون نهاد مستقل اومده نگاه کرده و دیده که این دوتا تیم طبق اونها رفتار نکردن و از دور مسابقه اونها رو کنار گذاشته، یک مورد اساسی دیگه هم وجود داره، اینی که در نهایت پرسپولیس و استقلال صاحب اصلیشون یک ارگانه و اون وزارت ورزش ایرانه. قبلا سازمان تربیت بدنی بود که بعدن این پست معاونت ریاست جمهوری تبدیل شد به وزیر ورزش و الان وزارت ورزش این دوتا تیم رو داره. و در هیچ جای دنیا وقتی که صاحب دوتا تیم یک نهاد باشه، اجازه حضور اونها رو توی مسابقه نمیدن، به خاطر اینکه صحت و سلامت مسابقه ها زیر سوال میره. چطور شده که اون وقت تیم های سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان اون وقت تونستن که برن به این مسابقات، استقلال و پرسپولیس نتونستن؟ خیلی سوال خوبی مطرح کردید. به خاطر اینکه اونها پولای خودشون رو سر وقت دادن و استقلال و پرسپولیس ندادن. و حالا باز دوباره این سوال پیش میاد که چرا اونها این پول ها رو تونستن سر وقت بدن. به خاطر اینکه اینها باشگاه های اولا منظمی هستن که سالهای سال با یک سیستم دارن کار میکنن. درسته که یک سری کارخونه هم در کنار اونها قرار دارن، کارخونه فولاد در خوزستان و همینطور کارخونه فولاد مبارکه اصفهان برای سپاهان، ولی کن اون مزیتی که از بابت تعداد طرفدار استقلال و پرسپولیس دارن اینها رو قره میکرد که ما همیشه میتونیم لحظه آخر بیایم پول مردم رو دیر بدیم یا ندیم. و این پرونده های متعددی که وجود داره در عرض این سالها، برای تازه الان هم که داریم صحبت میکنیم یک سری پرونده جدید باز دوباره خواهد اومد. استرا ماچنی هنوز برای استقلال نیومده، میلیچ نیومده، اینها دوباره فصل آینده مطرح خواهند شد. و تا موقعی که این وضعیت پول دادن به طلب کاران، به کسایی که میان در این دوتا تیم بازی میکنن به عنوان مربی و بازیکن مشخص نشه، این داستان ادامه خواهد داشت. و واقعا خیلی سخته که الان بخوایم تصور بکنیم تا موقعی که وزارت ورزش از این دوتا تیم کنار نکشه خودشو، کی میتونن وارد مسابقه بشن دوباره. متشکرم از توضیحات پوریا ژافری، خبرنگار ورزشی.
شال‌های پشمی دستبافت کشمیر در سراسر جهان شناخته شده و ارزشمندند. بافتن این شال‌ها زمانی در انحصار زنان کشمیری بود. امروز اما فقط 5% از کارگران این صنعت زن هستند. حالا یک کارآفرین محلی تلاش می‌کند تا زنان را به این کار سنتی برگرداند. عامر پیرزاده از سریناگار گزارش می‌دهد. این هنر را از مادرش آموخت. حسینا اختر از زمانی که یادش می آید نخ می رسید. او یکی از صدها زنی بود که در تهیه شال کشمیر فعالیت داشت، شالهایی که در تمام دنیا مشتری داشتند. اما 15 سال پیش او کارش را کنار گذاشت. دستمزدها از وقتی بچه بودم تا حالا تغییری نکردند. واسه همین من هم این کارو ول کردم. دستمزدهای پایین و ورود ماشین‌های ریسندگی خودکار او را بیکار کردند و حالا او برای استقلال مالیش می‌جنگد. حالا باید از برادر یا شوهرم پول بگیرم، اما قبل از این دستم تو جیب خودم بود و لازم نبود از کسی درخواست پول کنم. قدری مشتبه که مالک یک شرکت تولید شال است تلاش میکند این سنت قدیمی را احیا کند. او دوران قبل از ماشین های پارچه بافی را به خاطر دارد. مرغوب ترین مواد اولیه از منطقه هیمالیا یعنی چانگتان میان که برای ریسندگی دستی به کشمیر فرستاده میشن. اینجاست که استادکارهای ماهر از اونا شال های کشمیری مرغوب میبافن که در سراسر دنیا شناخته شدن. او حسینا و بسیاری از زنان دیگر را به کار بازگردانده است. آنها در حال آموزش استفاده از یک ماشین ریسندگی جدید به نام چرخا هستند. در منطقه ای که بیشتر زنان بیکار هستند، او در این فکر بود که چگونه زنان را به کار بافندگی بازگرداند. یکی از راه‌های پیشرفت کار آموزش و ارتقای سطح مهارت کارکنان بود. آموزش کار با دستگاه‌های ریسندگی جدید که از نمونه قدیمی الهام گرفته شدند. با کمک این دستگاه افراد میتونن 2 برابر محصول تولید کنند. خب محصول 2 برابر یعنی دستمزد 2 برابر. راه اندازی دستبافت‌های کشمیری 2 فایده دارد. اول اینکه قدری میتواند شال‌های بیشتری تولید کند و دومین و مهمترین مسئله اینکه زنان محلی میتوانند دوباره استقلال مالی خود را به دست آورند. عامر پیرزاده، BBC نیوز، ایندین ادمنستریت کشمیر. به پایان بخش خبری رسیدیم. اگر تازه به ما ملحق شدید تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.